اینم لایو از داخل سفارت ایران. خانم اگه میشه فقط مردم دوست ندارم. چشم فقط خودم شما را بگیرم نه تو بهتر بیمیم تای صف اومده بیا ماما بیا داخل سفارت ایران همه بدون حجاب. لازم نمیگیرم. به خدا رو خودم هم نگاه کن. من گرفتم اول دیگه. منم دادم اما من کم رای میده رای بعد استرس داشتم عزیزم بریم میبینی بگم حتما همینطوری که دیدید به دلیل نیازی که حکومت دیگه پیدا کرده به اینکه حتی چند عدد رای داشته باشه در داخل سفارت خونه شون که مهمترین نقاط هست به لحاظ تبلیغاتی میبینیم که چقدر امکانات رو از دست دادن مجبور به چقدر عقب نشینی شدن اینطور بی‌حجابی در درون سفارت خونه اینطور که جوانان همدیگر رو در آغوش میگیرن میبوسن میخندن محرم و نامحرم همه بین میرود و فرهنگ نوین و مدرنیزمی که مردم ایران قبل از 57 رو داشتن به این سرعت به این صورت از درون سفارتخونه های حکومت ولایت فقیه از درون خیابان های تهران و شهرهای دیگر و از درون نتایج انتخاباتی در حکومت میزنه بیرون. فکر میکنم این عقب نشینی های سنگین ماهیت این نظام ولایت فقیه رو در همین روزهای آینده داره شدیداً تغییر میده، چرا که کسانی که در این مبارزات واقع شدن دیدیم این دختر خانم با چه شجاعتی و چقدر راحت این عکس‌ها و این فیلم‌ها رو از اینجا گرفت و حتی ماموران حکومت در داخل سفارتخونه در مقابل این دوربین‌ها که افشاگر هستن نتونستن جلوی فیلمبرداری او و ده‌ها مثل او که از این فیلم‌ها گرفتن رو بگیرن و اگرچه ظاهراً رأی به این نظام داده میشه ولی باطنش این است که اینطوری تغییراتی که جوانان میخوان در ایران به خصوص زنان و دختران نشون میدن که چی میخوان و اونجایی که سر بزنگاه هست و حکومت گیر کرده خواسته خودشون عملا بر این حکومت تحمیل میکنن. یک ویدیوی دیگه هم هست اگر اتاق فرمان لطف کنن، پایین عکس همین خانومی که میخندد نوشته ما فقط مهر میخواهیم، انتخابات برای ما مهم نیست. اینم دلیل دیگری که آرای جمع شده چقدر بی‌هویت و چقدر بی‌معنا هستن. اگه ممکنه اتاق فرمان این رو هم با هم ببینیم. ده بار رفتن اومدن، 10 بار 20 بار 30 بار اومدن. اصلا چند اینجایی؟ 8 من اینجا من. برای چی رنگ ندادی؟ جانم 10 نفر می‌فرستم میان تو. لور کرد ترکیه یارو معموله وایس یه میکشه برای اتاق فلان میره. شب 50 نفر نماینده دارن. دور جمع میشن. 10 تا اینا بیا نگاه کن اینا. این همه آدم به لبد بیرون 20 تا 30 نفر اتوبوس پرمون میاد. این همه آدم هستن اینجا. منم به شخص نمیخوام جرای بدم. فقط به خاطر مقاطعه دانشان مدلک دانشان گفتم من جا مهر بخوره بیام مدلک رو بگیرم. همین ها به شخص من نمیخوام رای بدم. همه هم رفیق ها میجا اینجا از این پسر به کاین را اصلا به خاطر ما الان مهر میخواهیم. همه مهر میخواهیم. به شخص من مهر میخواهیم. مهر نداشته باشیم. شما از ساعت چند اینجایی داشت؟ از ساعت هشت همه تو اینجایی. از ساعت هشت همه تو اینجایی. میبینید مسخرگی این انتخابات از چه جاهایی میزنه بیرون، چه عقب نشینی هایی نظام ولایت فقیه داره میکنه. با این شجاعت جوانان جلوی دوربین میگن اصلا برای ما شخص مهم نیست، این نظام مهم نیست، ما فقط مهر میخوان، چون که این دانشگاه گفته یه مهر اینجا بزن.
و بعد با اتوبوس آدم ها رو میارن، از کجا معلوم میبرن تو، و ما اینجا موندیم صف درست کردن که یعنی بگن آقا تعداد زیادی آمدن. دونه دونه حالا این فیلم ها و ویدیوها داره بیرون میاد و افشا میکنه این انتخابات مسخره ای که این حکومت سعی کرد به راه بندازه. و جالب اینه از هر گوشه این فضای به وجود آمده چیزهایی بیرون زد که سنخیتی با نظام اسلامی دیکتاتوری ولایت فقیه نداشت و این فرصت های تاریخی است که مردم ایران، جوانان و زنان و دختران ایران شکار میکنند. یه ویدیوی جالب دیگه هم هستش که دوست دارم هم‌میهنانم این رو هم از تلویزیون اندیشه برنامه همبستگی نو ببینن. پایین همین که نوشته ما فقط مهر میخواهیم، آرش گرامی اگر بتونید نوشته دختران و پسران میرقصند و میلرزند، پیروزی مشکوک. اینم با هم دیگه ببینیم با هم‌میهنانمون، بد نیست. شادی جوانان، رقص و سرود در خیابان که هیچ سنخیتی با اون اندیشه های تند و خشن اسلامی، ضد ساز، ضد موسیقی، ضد شادی، ضد آزادی، ضد آبادی نداره. اینطوری ذره ذره از درون و از بیرون خورد میکنیم این نظام ولایت فقیه رو که کشتار کرده، غارت کرده، بیفرهنگی درست کرده، جنایتکاری کرده. اما ریشه های کهن، ریشه های انسانی که در فرهنگ عمیق ایرانی ما هست، این چنین در مقابل این حکومت در هر جایی که میبینیم در همین 24 ساعت 48 ساعت قد علم کرد، فرصت نمیده که این حکومت بتونه که تأثیر خودش رو مثل گذشته بذاره و مردم این چنین در هر فرصتی که میشه فریادهای واقعی خودشون رو سر میدن. حالا با هم دیگه نگاه کنیم که ببینیم در پلی‌تکنیک که رای دهندگان به روحانی زیر فشار نیروهای امنیتی و بسیجی و چگونه فریادهای دیگری سر دادن. این ویدیو هم دیدنی است، اتفاقات تو همه 48 ساعت تو همین دو سه روز افتاده. لطف کنید در پلی‌تکنیک رای دهندگان به روحانی زیر فشارند رو با هم ببینید. بله، همینطوری که دیدیم فریادی که برپاست نه که شخص باشه به نظر من، بلکه این فریادی است که خارج از سیستمه. نه صدایی از رئیسی هست، نه اسمی از روحانی، نه یادی از خامنه ای. یاد از کسی است که حکومت او را به حصر انداخته است، در مقابل حکومت ایستاده بعد از 8 سال هنوز فراموش نمیشه. و ترس حکومت از همین است که این که وجود اینترنت، رسانه‌های آزاد، تلویزیون‌های ماهواره آزاد و دموکراسی‌خواه اینها ثبت شده
حافظه مردم باقی مونده. به همین دلیل است که ما به تمام کسانی که رأی دادن و رأی ندادن این پیشنهاد رو داریم که حالا که در این میدان فضا رو تونستید باز کنید، این فضا رو حفظ کنید، به خانه هایتان باز نگردید، بمانید و از حق و حقوقتون دفاع کنید، سندیکاه های مستقل رو گسترش بدید. همین امروز 1500 کارگر آذرآب از عراق را افتادن آمدن اینجا توی مجلس برای حق و حقوقشون، به اونها بپیوندید. 200 کارگر بو اونها هم آمدن جلوی وزارت کار، خواهان بازگشایی کارخونه شون هستن. کارگران مختلفی که در شهرستان ها همین اعتراضات و فریادهای مختلف رو دارن، علاوه بر این مسائل صنفی که الان اینطور جلو آمده، تجمعات دانشجویی، رقص و شادی، داشتن تمام قوانین این حکومت، فریادهای بسیار سیاسی پر اهمیت هم در کرج، در کرمان، در تبریز شنیده شد با کمک اتاق فرمان. اونجایی که نوشته زندان سیاسی، فریاد آتنا دایمی آزاد باید گردد در کرج و خیابانهای دیگر رو با همدیگر ببینیم که دیگه فریاد آزادی خواهی زندانی سیاسی به خیابانهای معمولی اومد و توسط مردم عادی داره فریاد زده میشه. همینطوری که دیدید این فریاد و این خروش حالا دیگه آمد به خیابان‌ها و این پیروزی‌هاست که مردم بایستی ادامه بدن. این مطالبات، این خواسته‌های انباشته شده رو حالا ما باید به جلو ببریم و از این درخواست‌ها کوتاه نیایم، سازماندهی بکنیم، دوتا بشیم، چهار تا، هر شب با هم صحبت بکنیم، در اینترنت با هم صحبت بکنیم، قرارمدارهامون رو بذاریم، تشکیلاتی بشیم، مخصوصاً مزبگیران که اکثریت جامعه هستیم، ما کارگرها، معلمها، پرستارها، فرزندانمون رو آموزش بدیم و همراه خودمون در این حرکت‌های اعتراضی برای مطالبات خودمون به میدان بیاریم. حالا که این فضا باز شد و کسانی که دموکراسی خواه، آزادی خواه هستن، ایران رو دوست دارن و مردم ایران رو دوست دارن، در کنار هم میتونن این فضا رو اجازه ندن بسته بشه. حالا که رأی دادی، دنبال رأیات مطالبه کنید. ماه به ماه بیلان بخواد از این آقای روحانی جسمانی. جنبندی در این یه ماه چه کردی؟ در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با گرانی، در رابطه با مسائل اجاره خانه ها، در رابطه با ایجاد اشتغال و این میلیون 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 جوان بیکار ایرانی که دیگه حالا میشه از این فرصت استفاده کرد، حکومت رو بالا آورد و گفت. چرا که حکومت گام به گام مجبور میشه موقع ما میلیون ها آدم در کنار هم حاضر باشیم عقب بنشینه. خبر بسیار شادی آور دیگه داریم که اونجا نوشته تبرئه اتحادیه گراها در بیدادگاه حکومت ولایت فقیه در رابطه با جعفر و احسان، که عکس این عزیزان وکیلشون هم اگر بتونیم ببینیم خوب هست، چرا که این عکس نشون میده که وکیل این عزیزان به همراه جعفر، به همراه احسان شاپور احسانی راد در میدان بیدادگاه حکومت پیروز شدن و شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان عراق این اتهام وارده بر جعفر عظیم‌زاده شاپور احسانی را که به خاطر دفاع از حقوق کارگران ساوه، کارگران بخش فلزکار ساوه، به اصطلاح دادگاه ها اداره کار مراجعه کرده بودند و خواهان احقاق حقوق کارگران بودند، به خاطر فشار اجتماعی و حمایت نهادهای بین‌المللی کارگری و حضور وکلای شجاعی که همراه این عزیزان ما میرن مثل آقای جداری فروغی و دفاع میکنه از حقوق کارگران، حکومت رو به عقب وادار میکنه. حالا درخواستهای دیگری هست مثل آزادی فوری اسماعیل عبدی، آتنای دائمی، مهدی فراهی شاندیز و ده ها زندانی دیگر. جالبه که بدونین در همین چند روز بهنام ابراهیمزاده آزاد شد، همچنین امین امیرقلی آزاد شد و تعداد دیگر از زندانیانی که بیگناه در زندان‌ها بودند. به نظر میرسه ادامه فشارهای اجتماعی و اون کمپین‌هایی که مثل کمپین امتناع،
حزب آباد ایران، شورای ملی، یاران ما در عیاران معیشت و خبرگر و گروه‌های بزرگ و سیاسی مختلف دیگری که در جبهه متحد این نهی بزرگ به حکومت شرکت داشتن، موفق شدن که گام‌های بزرگی رو بردارن تا اینجایی که این شعار بسیار بسیار پر اهمیت آزادی زندانیان سیاسی و یا آزادی آتنای دائمی در خیابان‌ها مطرح شد. علاوه بر این ما یه خبری داریم در رابطه با یک نازنین دیگه از یارانمون، آقای تیمور خالدیان، عضو عیاران معیشت و نماینده حقوق بشری مردم ملایر که در بین معلمان، زنان محروم، حاشیه نشینان و جنبش مدنی ملایر، همدان، کرمانشاه، سنندج شناخته شده است و بیهوده ایشون رو هفته قبل به زندان سنندج بردن، میخواستن ایشون رو مسموم کنن، بعد به بیمارستان قدس بردن در بخش روانی که اونجا آمپول روانگردان بزنن. یک دکتر شجاع به ایشون این قضیه رو لو داد و ایشون جلوی این که آمپول بهش بزنن رو گرفت و دوستانشون از شهر ملایر رفتن و اونجا در پشتیبانی از ایشون موندن و نگذاشتن که ایشون اونجا بمونه. بعد از اطلاع رسانی هایی که کردیم در تلویزیون های مختلف و همچنین در سایت خبرگر و سایت های دیگر حقوق بشری، امروز به ما خبر دادن که زندان و بیمارستان در مقابل خواسته برحق تیمور خالدیان که آزادی او هست، یک گام به عقب نشستن، ایشون رو فعلا به زندان برگردوندن از بیمارستان به زندان ساحلی سنندج و حالا قرار است ایشون رو ببرن به زندان قروه. مادر ایشون، برادران ایشون، معلمانی که دوست ایشون هستن، همسایه ها، خانواده، مردم فقیر و محرومی که ایشون رفته از محلات اونها فیلم و گزارش تهیه کرده، خواهان آزادی بیقید و شرط تیمور خالدیان، این عیار معیشت و نماینده حقوق بشر در ملایر و استانهای غربی کشور هستند. یعنی میبینیم گام به گام این مبارزه ها که جلوتر بره، حق و حق دفاع از یاران زندانیمون به نتیجه میرسه. حالا اتفاق جالب دیگه افتاده در شوراهای شهر هم که انتخابات زیادی شده، بسیاری از رفتگران عزیز، زنان حاشیه نشین و در شهرستان‌های کوچک بسیاری از زنان رأی آوردن و وارد شورای شهر شدن که اون قضیه تشخیص صلاحیت و مصلحت شورایشان رو نداشتن و این خیلی اهمیت داره که پایگاه‌های میتونن باشن این شورای شهر که از درون ما کارگرا، ما سندیکالیستا، ما اتحادیه‌ها، ما کسانی که خود فروخته نیستیم بتونیم اینها رو تصدیق کنیم. در همین رابطه اگر که اتاق فرمان بتونن، بله وقت ما تمام هست اتاق فرمان، باشه فردا اگه ما بتونیم برنامه فوق‌العاده‌ای بگیریم از تلویزیون، همون برنامه همبستگی نوع سه‌شنبه رو، خیلی گزارش‌های فوق‌العاده‌ای است، با همدیگه ببینیم و بررسی بکنیم. به امید آزادی ایران و ایرانی، به امید آبادی ایران و به خوشبختی و شادی که به یمن وجود خود ما انسان‌های فرهیخته مبارز در کشور ما به وجود خواهد اومد. بدرود.